بیت بعدی میگه حرف گو و حرف نوش و حرف ها، هر سه جان گردند اندر انتها. نان دهنده و نان ستان و نان پاک، ساده گردند از صور گردن خاک. خب سه کلمه که تو بیت اول میگه حرف گو یعنی کسی که صحبت میکنه، حرف نوش یعنی حرف نیوش، کسی که میشنوه، نیوشیدن یعنی شنیدن، و خود حرفا. پس این ارتباط سه قسمت داره، یکی گوینده است، یکی شنونده، و یکی هم خود اون مطلبی که بیان میشه. حرف گو و حرف نوش و حرف ها، هر سه جان گردن در انتها، اندر انتها. پس تمام این سه قسمت وقتی با هم کار میکنه در نهایت یک معنای انتقال پیدا میشه. اینو هر سه جان گردن اندر انتها، یعنی آخر کار یک چیزی، یک معنای از گوینده منتقل شده به شنونده. و بیت بعدی میگه جان نان دهنده و نان ستان و نان پاک. خب اینجا همون مطلب رو میگه با یک مثال جسمانی، نانه، یکی نان میده، یکی نان رو میگیره میخوره، و یکی هم خود نون. این ستا با هم در تقابل با هم آخرش چی میشه؟ یک جان حیوانی تولید میشه اونجا. و آخر آخرش اصلا نگاه کنیم ته ته خط مولانا میگه همه شون ساده گردند از صورت. این صورت ها همه از بین میره اون آخر و همه شون به خاک که مبدع اصلیشونه، یعنی از خاک به وجود اومدن همه این چیزها، همه دوباره به خاک برمیگرد. سه تا کلمه ای که تو این دو بیت مثال میزنه توجه کنی، اون قسم بیت قبلی، بیت اول که راجع به حرفه، اینا حرف یه چیز نرم افزاریه، یه جسمی نیست. ولی تو مثال بعدی نان، مثال نانه، این جسمیه، مادیه. پس به دو عالم اشاره میکنه، یک عالم هست که غیر جسمانیست که اون قدیما بهش عالم مجردات میگفتن، و یکی هم عالم ماده. پس دو عالم ماده و مجردات رو داره میخواد بگه با این دو مثال، که میگه هر دوی اینا توشون این اتفاق میفته که همه چی به اصل خودش آخر میرسه. همه این حرف ها که حالا ما بازم ادامه خواهیم داد، ولی من نمیخوام با این کلمات سنگین که به گوش ما یه ذره آشنا نیست خیلی مطلب رو پیچیده کنم. به زبان امروز بخوام اینو بگم، میگه یک سافتوریش در تو هست، یه هاردوری، یعنی یه چیزی که مادی نیست، نرم افزار بهش میگم، یه چیزی که مادیه و جسمیه، سخت افزار. هر دوی اینا هم به اصلشون برخواهد گشت. حرف مولانا این هست که باید ما از این جزئیات، از این چیزای صورت، از این صورت هایی که
میتونیم حس کنیم به معناهای پشتش برسیم. حالا این چه حرفه؟ بریم به اصلش برسیم که معناست، یا نانه بریم به اصلش برسیم که خاکه، که تو دومی خود به خود طبیعت در مورد ما اجراش میکنه. یعنی احتیاجی نیست ما کاری بکنیم خاک بشیم، ما خودمون اتوماتیک خاک میشیم. اون بخشی که دست ما هست، اون بخش نرم افزار ما هست و همه گیر ما توی این عالم دانستگی ها و نرم افزار ماست. خب پس سه تا مثالی که زد، هر دو داشت نشون میداد که اینا به اصل خودشون برخواهند گشت، منتها اصل یکی چون جانه. اون بیت اولش گفت اینا هر سه جان گردن در انتها، ولی خط دوم چون مبدا مادیست گفت اینا خاک میشن خلاصه، ولی از صورت آزاد میشن.